سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک رپ حواشی دیگه. قراره یک رپ حواشی داشته باشیم با هم دیگه. خیلی بدیهیه، یه سری اتفاق افتاده بود، خیلی کم بود ولی صحبت راجع بهش زیاد. قراره با هم بررسی کنیم از تیکه علیرضا جی جی به سورنا و بهرام و دسته‌ای که برای اونها در نظر گرفته بود، تا توییت کابوس راجع به هنرمندایی که دخالت میکنن در سیاست و چندی خبر دیگر. بریم با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم. اول از همه با توییت های جناب آقای کابوس شروع میکنیم که به این شکل بود: نظر قطعی من اینه که نه من و نه هیچ کدوم از این عزیزان در حد و حدود سیاست نیستیم و خودشونو دارن هزینه میکنن برای جریان هایی که کنترلی روشون ندارن و رپ فارسی رو هم فدای این تکبر و حس علامه بودن کردن تا همین الان. آخر و عاقبتشون هم با سایر هنرمندایی که هنرشون رو تقدیم به جریان سیاسی کردن متفاوت نخواهد بود، از رضا رویگری تا مرضیه تا مابقی. خیلی قشنگ داره میگه کابوس و یه چند تا نکته داره. یکیش اینه که خیلی از این دوستان که به هر چیزی واکنش نشون میدن و سری به یه داستانی ربطش میدن و این حرفا، بدون سیاست، اینکه آقا تو چه زمانی ام راجب چی دارم صحبت میکنم و وقتی من میخوام یک تأثیری رو بذارم چگونه باید صحبت کنم، که این خودش نشون میده که این سیاست این ور داستان هم ندارن و صرفا خیلی از این واکنش هایی که میبینیم مثل یک فرصت طلبی میمونه برای استفاده از یک موضوع ترند برای تزریق کردن عقیده خودشون به جامعه هر شکلی، و اصولا هم گردن نمیگیرن اگه جای اشتباه کرده باشن و خیلی عصبی و سری در جواب خیلی از این توییت ها اینجوریان که نه تو هم مثلا جسم اونایی، برو گم شو فلان اینجوری، و این نشون میده که خودشون هم انتقاد پذیر نیستن و از یه سیستم انتقاد ناپذیر و دیکتاتور دارن نقد میکنن و مشکل دارن. من اصلا کاری به اینکه کی خوبه کی بده اینا ندارم، نچسبونید الکی از این حرفا رو. بس اینجاست که زمانی که میخوای حرف تاثیر بذاره باید درست واکنش نشون بدی، درست سیر حرفا رو بزنی. برای مثال یهو تو این وسط میای میگی بابا اسرائیل هم بیا بزن، اصلا کاری ندارن مردم به جمهوری اسلامی و اینا. بابا یهو ممکنه جون 5 از ما حداقل به خطر بیفته تو این داستان و اینا، و چه جوری شما اینو نمیبینی راجع به این حرف میزنی؟ بزن ببر و فلان و اینها. و یه نکته ای که داره، حرف خیلی از دوستانی رو که بعد از یه سری اتفاقا هم از دل مردم بیرون کشیده شدن و داره فکت میکنه، که اونا میگفتن بابا اینا مثلا اینجوری اونجوری اینجوری و این مسیر داره میره جلو. من فکر میکنم بهتره قبل از اینکه بخوان به جریانهای خیلی بزرگتر و حرفای خیلی گندهتر و که به هر حال خیلی بزرگتر از این حرفاس اشاره کنن و راه حل بدن، مرحله اولش اینه که شما توی رفتار خودت اینکه چجوری تاثیر بذاری اینو یاد بگیرن، این خیلی مهمتره و اصلا بیشتر نشانه اون سوادم هست. اتفاقا تو اصلا اون سیاستم داشته باشی، اگر هم کار درستی نباشه خیلی پیرو زیاد پیدا میکنی. ببینی چی میگم؟ و این داستانه هم نیست توشون و چجوریه که راه حل‌های میاد و اینها، خودش عجیبه که یعنی همین اوایل کاره هم نیست. حالا از این مسئله که بگذریم، جناب آقای علیرضا جی جی همچین توییتی گذاشت که اشاره میکرد به این رکوردی که تیزر آلبوم خونه خورشید از بهرام و سورنا داشته و نوشته هدف اونا هدف ما، که یکیش ویو تو فضای مجازیه و یکیش کنسرته که پر شده مردم اومدن. این نکته خیلی جالبه، این استوری جی جی. اول از همه که جی جی نمیدونم چرا انقدر دنبال اینه که هیت بگیره، چون مسلما این و خیلی چیزهای دیگه با توجه به واکنش‌هایی هم که داریم توی کانال‌های تلگرام و مخاطب و این داستانا می‌بینیم، هیت زیادی داره. سری موضوعهای ترند و یه راهی پیدا می‌کنه که یه حرفی بزنه و همه جا بره با اینکه داره حرفای منفی میاد. و نکته تناقضش کجاست؟ اینجاست که تو تاریخ رپ فارسی علیرضا جی جی یکی از کسایی بوده که بیشتر از همه به ویو فلکس کرده، مخصوصاً تو پلتفرمی که آنچنان میشه گفت معتبر نیست مثل آر جی. و خیلی جالبه همین استوری هم گذاشت که فاصله زیادی نداره با این داستان، که این بود مثلا ما پر ویو ترین ترک ماه شدیم در آر جی تو ماه گذشته، و خب اینم که همونه. ولی مسئله اینجاست، یه چیزی که من خیلی درکش نمیکنم اینه که چرا باید انقدر دشمن تراشی بکنیم تو این خانواده رپ فارسی و هر کی داره ویو میخوره دمش گرم. و اینکه قشها متفاوتن، مسلما بعضی از آرتیستا بیشتر تو دل کسایی جا دارن که شاید از لحاظ مالی ضعیف ترن، بعضی ها نه. نسبت کنسرت های هم که داره برگزار میشه، خب برنامه گذارها هم به این واقفن و بیشتر برای کسایی کنسرت میذارن که به نظر میاد افرادی که اینا رو دنبال میکنن راحت تر میتونن هزینه بکنن، و این شرایط خیلی فیر نیست، به قولی منصفانه نیست که ما بتونیم بسنجیم آیا علی سورنا کنسرت پر میکند یا نه، چون امکانش کمه.
و خیلی برنامه‌گذارهای کمی هستن که شاید بخوام برن دنبال سورنا و بهرام، چون بیشتر تو فکر اینن که پارتی باشه و خوش بگذره و اینا و اینجوری. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که آیا میرن یا نمیرن. اگر شرایط درست بود و تشمن نمی آقا اونا هم حالا توی سایتی دشمن که نیستیم و رپ فارسی هم که فقط یه چیز نیست که من چی دارم میگم، چه کسایی که میگن فقط رپ فارسی اینه که بیایم راجع به مشکلات اشیا بخونیم، چه کسایی که میگن نه فقط عشق و حاله، نه اصلا همچین چیزی نیست. رپ یک فرم موسیقیه، فرمی نیست که بگی آقا کانسپتت بعد این باشه، یعنی اصلا فرم کانسپت محتوا نیست، یک فرم موسیقیه و یه سری استانداردها داره. تو حالا هر چی میخوای بگی، حالا با توجه به خط قرمزایی هم که توی جامعه هست و شعور، میدونی چی دارم میگم، یه اونورش نری اینه. حالا میخوای سیاسی بخون، میخوای راجع به شبی که با یک دختری داشتی بخون، میخوای مشکل اجتماع بخون، میخوای از افسردگیت بخون یا راه فرار از افسردگیت بخون یا انرژی بده یا آهنگ انرژی بخش بده، پاشو برو همینش درست. چرا چه کاریه؟ همین قشنگه، شبکه 4 نیست که. مسئله آخری هم که میخوایم بهش بپردازیم، دلیلش چیست که اصلا داریم میپردازیم؟ دلیلش اینه که خیلی واقعا میره رو مخ من که میبینم یه سری افراد یه سری حرفا و اینها میخوان خیلی از آدما رو تحت تاثیر قرار بدن، در حالی که اینجوری نیست. آقای حسین تی ام یک همچین ویدیویی گذاشت که داره طلاهای خودشو وزن میکنه، این بغل دارید میبینید 90 خورده گرم طلا داره و زیر این توی چنل تلگرامش نوشت یه جوری رپ بهم پول میده که بیت کوین نداده. سوالی که دارم از آقای تی ام، شما توی اوایل کریرت که دیس رضا پیشرو رو با ویناک دادی تو همون هول و هوش حله، حق ویتی به ویناک دادی که خیلی مبلغ کمی هم نبود و بعد از اون یه همکاری پولی با سوریشی پاپولوژیست دادی و بعد از اون یکی دیگه، مبلغ‌های زیادی رو خرج خیلی از رسانه‌ها مثل رپ فارسی نیوز کردی واسه اینکه ریلزاتونو بذارن و آهنگاتونو پوش بکنن و یا از اون پلن‌هایی که به همه رسانه‌ها میدن 19 20 تومنه از اینها استفاده کردی و بعضی از دوستان کانتنت کریئتور که به این شکل باشون کار کردی. حالا سوال من اینجاست، با توجه به اینکه ما خودمون هم توی این فضا داریم کار می‌کنیم و می‌دونیم آر پی ام ها چجوریه، درآمدها چجوریه و با توجه به ویو های فیکی که روی ساندکلاد شما فراوونه، یکی از دوستاتون هم درگیر یک داستان گنده‌ای کردید که همین تیجی باشه، همون ویو فیک هایی که روح مخصوصاً همکاریاتون با اون دوست بود. حالا سوال من اینجاست، آیا تمام این هزینه هایی که کردین و نصفشو درآوردین از این پلتفرما، یعنی ما ویو های شما رو هم واقعی بگیریم، شما نصف این هزینه ها رو در نیوردی از حق فیت ویناک و سروش، اصلا بقیه رو ولش کن، همین دو شما همین دوتا رو هم در نیوردی، مسلمه، یعنی دیگه بلدیم دیگه چجوری ببینیم کی چقدر درآورده از پلتفرماشو اینا چجوریه، این مساله چریختیه. چرا اصلا آقا یا یه کاری بده یا خوبه دیگه، حالا داری میکنی هی هم تو آهنگا پره که نه شما یوزرید نه شما اسنیچید نه شما کپ میکنید. کپ از این واضح تر که شما فقط 3 تا فید پولی داری که نزدیک 1 میلیارد خورده خرج شده و اینجوری که نه رب بیشتر به این پول میده نمیشینه دیگه، قبول نداری؟ بیخیال آقا راحت، یوزر یوزره، شما هم یوزری. مسئله آخری که میخوام راجع بهش صحبت کنم خیلی به رپ ربطی نداره، فقط یه جورایی درد و دل نمیدونم اعصاب خردیه. تیم‌های ایرانی که یه زمان تیم‌های آسیایی آرزو داشتن بیان توی استادیومشون که آزادی باشه بازی بکنن و آرزو داشتن یه استودیو در حد اون داشته باشن و این هم بازیکن گنده و خوب داشتیم از علی دایی بگیر و کریم باقری و فلان و اینها، علی کریمی و بقیه، و آرزو داشتن اصلا بازیکنان ایرانی برن تو تیماشون بازی کنن، یه دونه استادیوم در حد استاندارد، یعنی پایین ترین استاندارد ها ندارن و زمین های این ور اون ور انتخاب کنن برن. یعنی همون دلخوشی هم که سری هوادارا داشتن، اوکی ما 4 تا بازیکن خوب خارجی توی تیمامون نیست، بازیکنای درجه 5 و 10 و 20 و مریض و مصدوم این ور اون ور، حداقل نیمار بیاد ما 100 متری 200 متری اینا ببینیمش، حالا بیشتر اونم نمیتونن، یعنی بازی تیم خودشون رو با یک تیم دیگه نمیتونن ببینن که درست بخوام برن تشویق بکنن و انرژی بدن و اینا، یه زمین بازی ندارن چه جوری هستن. بعد تو بازی هم که اینجوری قشنگ بازیکنایی هم که همه پول میگیرن اونجا، من نمیدونم قشنگ یعنی منتخب محلات هر جای ایرانو بری از اینا بهتر بازی میکنن، نمیدونم واقعا چجوریه. یه دونه دلخوشی هم خیلی ها داشتن که میریم تو آسیا میزنیم اینا رو میتره کنیم آزادی، اونم دیگه نیست. بعد این جالبیش چیه، داشتم فوتبال میدیدم تو شبکه های ایرانی، دیدم اون زیر نوشته بود داشتن ابزار خوب حق شماست برای تبلیغ، این دریل داشتن حق شماست، آب تمیز تصفیه شده، برق هی زرت و زور قطع نشه، برق داشته باشی، اینترنت آزاد داشته باشی، هوای خوب داشته باشی، زمین بازی تیمت بتونی بری اصلا اونجا ببینی، زمین خوب، استادیوم خوب که رو صندلی راحت بشینی، اصلا
اصلا نه چون چیکار داریم؟ ابزار خوب میخوای مثلا شیر خونتو عوض کنی، یه ابزار خوب داشته باشی، حق شماست. بنزین تمیز و اینا نه، اینا هیچ کدوم حق ما نیست مثلا. ابزار ولی تبلیغ هوشمندانه بود. خلاصه این از این، امیدوارم لذت برده بوده باشید. یکم سرتون رو درد آوردم، آسپرین بخور. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.